بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا میزبان شما بینندگان محترم هستیم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. بر اساس قوانین جدید دولت هند، سفر مجدد حج برای مسلمانان ممنوع شد. درخواست سازمان جهانی نفی خشونت از نهادهای حقوق بشری برای شفافسازی اقدامات اسرائیل علیه زندانیان. اهتزاز پرچم حسینی روی قله دومین کوه بزرگ جهان. و هشدار تازه سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش کرونا در جهان. وقت شما بخیر. بر اساس سیاست جدید دولت هند، مسلمانان این کشور در طول عمر خود فقط مجاز به یک بار رفتن به زیارت حج از طریق سازمان حج هند HCOL می باشد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. دولت هند اعلام کرده است که طبق دستورالعمل جدید حج در سال 2025 مسلمانان هند تنها یک بار در طول عمر خود مجاز به رفتن به زیارت حج از طریق سازمان حج هند خواهند بود. بر اساس پیشنویس تهیه شده جهت اجرای این دستورالعمل ادعا شده که هدف از تدوین این قانون تضمین یک سفر زیارتی راحت تر برای واجدان شرایط و ایجاد شرایط های عادلانه تر است. این دستورالعمل جدید تصریح می کند که افرادی که قبلاً به زیارت حج از طریق سازمان حج هند رفتند واجد شرایط درخواست مجدد نخواهند بود. با این حال در این دستورالعمل برای زیارت‌های مکرر حج در شرایط خاص از جمله مواردی چون لزوم همراهی با اعضای درجه یک خانواده مانند زن و شوهر و یا لزوم همراه بودن با زائران زن و افراد بالای 65 سال معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. این معافیت‌ها به دلیل ماهیت طاقت فرسای این زیارت که شامل پیاده روی تا 25 کیلومتر در روز در شرایط آب و هوایی سخت می‌شود و بعضاً لزوم داشتن همراه برای زائران 65 سال به بالا الزامی می‌کند. در این دستورالعمل آمده است در مورد همراه محرم و نزدیک برای زائران زن و همراهان زائران 65 سال به بالا افرادی که قبلاً به زیارت حج رفتند با پرداخت هزینه اضافی مجاز خواهند بود مجدد به این سفر بروند. این دستورالعمل جدید همچنین تصریح می‌کند که سن همراهان زائران 65 سال به بالا و زنان باید بین 18 تا 60 سال در تاریخ تعیین شده توسط شورای امنیت عالی ملی باشد. برای همراهان زائران مرد 65 ساله به بالاتر همراه می‌تواند یک زن 45 تا 60 ساله باشد. علاوه بر آن این دستورالعمل مستلزم تعهد جدی زائران زن یا زائران 65 ساله به بالاست که همراهانی که تاکنون به حج نرفته اند در خانواده موجود نباشد. بر اساس این دستورالعمل 70% سهمیه حج به سازمان حج هند و 30% را به سازمان دهندگان گروه های حج اختصاص می دهند. همچنین مقرر شده است که زائران 65 سال به بالا باید همراه با یک همراه بین 18 تا 60 ساله باشند. زائران زن 45 سال به بالا بدون داشتن همراه مجاز به تردد گروهی با رعایت شرایط ایمنی و اسکان خود هستند. شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لاکنو پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. حاج آقای ادیب هندی سلام و عرض ادب. علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشید. جناب ادیب هندی، آیا این دستورالعمل از نظر شما برای مسلمانان هند جنبه مثبت و یا منفی دارد و نتایج آن در صورت اجرا چگونه خواهد بود؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. البته هنوز این پیشنهاد هست و امکان قوی هست، البته امکان قوی است که همین دستور از سال آینده در حج هندوستان عملی خواهد شد. دو تا چیز مثبت تویش هست، یکی این که سهمیه دولت خود هند یعنی از طریق حج وزارت حج هند سهمیه خودشو کم کرد و یه 10% کم کرد مال خودشو و 10% را برای کسانی که آزاد هستن و حج آزاد دارن، تورهای مخصوص و تورهای شخصی 10% به اونها اضافه داده شد. این خوب هست چون خیلی از شیعیان بالخصوص از تورهای غیر دولتی میرن تا بتوانن راحت تر برن و از جاهای خاص خودشون و طبق اراده خودشون از برای حج برن. و دومی این که این پیشنهادی که داده شده که فقط یه دفعه میتونن از طریق وزارت حج مشرف بشن با تمام شرایط خاص خودش، این از این لحاظ خوب هست که چون جمعیت هند خیلی زیاد هست، ما تقریبا بیش از 300 میلیون شیعه مسلمان در هند داریم و سهمیه هندی ها در کل حج 175 هزار نفر است که خیلی کم هست از طبق جمعیتی که هند داره. لذا اگر اینجور شرایط باشه و بهش عمل بشه، چون خیلی ها میان باز هم از طریقی میرن، دو دفعه، سه دفعه، حتی 10 دفعه هم ما داریم افراد که 10 دفعه حج میرن به عنوان همراه، به عنوان محرم، به عنوان رئیس گروه، به عنوان عنوان‌های مختلف، که سبب میشه که اون افرادی که اصلا نرفتن اسمشون تو لیست نیاد. لذا اگر روش اجرا بشه خیلی برای مسلمانان هند یک چیز مثبتی خواهد بود و همچنین این سهمیه که برای شرکت های خصوصی اجازه دادن که بیشتر بشه به نفع شیعیان بیشتر انشاءالله خواهد شد. بله ممنونم. با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لاکنو که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت حمل و نقل عراق اظهار داشت با همکاری و هماهنگی با همتای ایرانی خود اقدام به راه اندازی تاکسی های رودخانه‌ای برای جابجایی زائران حسینی در زیارت اربعین نموده است. میثم الصافی مدیر روابط عمومی و رسانه‌ای وزارت حمل و نقل عراق گفت این تجربه جدیدی است که برای اولین بار توسط وزارت حمل و نقل انجام می شود. گفتنی است این وزارتخانه با 4 قایق بزرگ در فرایند حمل و نقل زائران حسینی از طریق بنادر دریایی با طرف ایرانی مشارکت خواهد داشت. دادگاه عالی هند قرار است حکم دادگاه عالی بمبئی مبنی بر ممنوعیت حجاب در دانشگاه و کالج‌های آموزشی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. شایان ذکر است در 26 ژوئن 2024 دادگاه عالی بمبئی طی تصمیم دانشگاه‌ها و کالج‌های آموزشی این شهر مبنی بر ممنوع بودن پوشش حجاب دانشجویان بر این تصمیم صحه گذاشت و آن را پذیرفت. در همین راستا تعدادی از دانشجویان مسلمان این مراکز با رجوع به دادگاه و ادعای اینکه این حکم در مغایرت با قانون اساسی هند و آزادی بیان و عقیده است خواستار تجدید نظر در آن شدند. صندوق نجات کودکان در گزارش تازه خود گفته که در 6 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 38488 نفر بر اثر رویدادهای آب و هوایی در سراسر افغانستان آواره شدند. این سازمان گفته نیمی از این افراد کودک می باشند. به گفته این سازمان رقم 6 ماهه آوارگان امسال در افغانستان بیشتر از کل آمار سال گذشته میلادی است. صندوق نجات کودکان در گزارش خود نوشته که این افراد به دلیل خشکسالی، دمای بالای هوا، سیل، رانش زمین، برف کوچ و طوفان در افغانستان مجبور به ترک خانه های خود شدند.
آژانس برنامه جهانی غذا در سازمان ملل اظهار داشت تنها 20% از کمک‌های مورد نیاز برای خشکسالی آفریقای جنوبی را جمع‌آوری می‌کند. تامسون فری، سخنگوی برنامه جهانی غذا، روز گذشته گفت برنامه جهانی غذای سازمان ملل در جمع‌آوری 400 میلیون دلار برای مقابله با خشکسالی در جنوب آفریقا با چالش‌های مواجه است که تنها 1/5 از آنچه برای کمک به 7 کشور در منطقه نیاز دارد را توانسته جمع‌آوری کند. گفتنیست جنوب آفریقا بدترین خشکسالی خود را در چند دهه اخیر تجربه می کند و کشورهای نظیر زامبیا، مالاوی و زیمبابوه مجبور به اعلام وضعیت فاجعه آمیز شده اند. بر اساس بررسی که انجام شده است، استفاده از شبکه‌های اجتماعی با کیفیت پایین خواب و شیوع کابوس‌ها در ارتباط است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از اسپوتنیک، رضا شباهنگ پژوهشگر اصلی این مطالعه از دانشکده آموزش، روانشناسی و مددکاری اجتماعی در دانشگاه فلیندرز استرالیا میگوید از آنجایی که رسانه‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای با زندگی ما در ارتباط هستند، تأثیر آن به فراتر از ساعات بیداری گسترش می‌یابد و ممکن است روی رؤیاهای ما تأثیر بگذارد. رضا شباهنگ در ادامه گفت با پیشرفت سریع فناوری و رسانه، از جمله فناوری‌های هوش مصنوعی و واقعیت مجازی، در کنار افزایش اتکا به این فناوری‌ها و ارتباط عمیق‌تر، انتظار می‌رود رؤیاهایی که حاوی محتوای فناوری و رسانه هستند تنش‌زاتر شود. تغییرات اقلیمی و گرمای شدید هوا و خشکسالی‌های پی در پی کشاورزان عراقی را به ابداع روش‌های مدرن و جدید برای کشت برنج، به ویژه برنج پرطرفدار انبر، در این کشور وادار کرده است. کشاورزان عراقی پس از آنکه سالها شاهد فرسایش تدریجی زمین خود بودند، اکنون به کشت برنج با روش‌های آبیاری مدرن و استفاده از بذرهای مقاوم در برابر گرما روی آوردند. کارشناسان وزارت کشاورزی عراق با توجه به خشکسالی 4 ساله در این کشور در حال انجام آزمایش‌هایی است که امیدوارند از طریق آن بتوانند تولید برنج، از جمله برنج انبر را که زینت بخش هر سفره‌ای در عراق است، نجات دهد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد خوردن چند سیب بیشتر یا کلم بروکلی، خیار، موز یا لوبیا سبز واقعاً می‌تواند نیاز به دکتر رفتن را کم کند، به ویژه برای افرادی که فشار خون بالا دارند و با خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی مواجهند. دکتر دونالد وسون، محقق ارشد این مطالعه و استاد دانشگاه آستن در تگزاس گفت بیماران مبتلا به فشار خون بالا با 2 مشکل اساسی بیماری‌های قلبی و کلیوی مواجه می‌شوند. این مطالعه بررسی می‌کند که آیا کاهش میزان اسید در رژیم غذایی می‌تواند عوارض مربوط به بیماری‌های کلیوی و بیماری قلبی ناشی از فشار خون بالا را کاهش دهد یا خیر. وسون افزود محصولات حیوانی به ویژه گوشت معمولاً تولید کننده اسیدند، در حالی که میوه‌ها و سبزیجات هنگام مصرف تولید کننده باز پایه هستند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده خواستار تحقیقات شفاف بین المللی در مورد خشونت‌های مقام‌های اسرائیل علیه زندانیان فلسطینی شد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از تمامی نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشری به ویژه سازمان ملل متحد خواست تا خشونتهایی که علیه زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیل رخ می‌دهد را محکوم کنند. این سازمان همچنین بر لزوم انجام تحقیقات شفاف بین المللی در رابطه با تخلفات و خشونت‌های صورت گرفته علیه بازداشت شدگان
تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، سازمان جهانی نفی خشونت در بیانیه‌ای اظهار داشت گزارش‌های حقوق بشری تهیه شده توسط روزنامه نگاران اسرائیلی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد تخلفاتی علیه زندانیان بی‌گناه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های اسرائیل رخ داده است که بعضاً منجر به کشته شدن صدها تن از بازداشت شدگان شده است. گزارش ها همچنین حاکی از آن است که اداره زندان های اسرائیل از آغاز جنگ کنونی ضمن ازدحام شدید در محل نگهداری زندانیان اقدامات خشونت آمیزی را علیه زندانیان از جمله محرومیت از غذا و درمان انجام داده است. این سازمان بر این باور است که آنچه در این بازداشتگاه ها اتفاق می افتد برای بشریت شرم‌آور است و جهان آزاد باید موضعی قاطع برای توقف این خشونت ها بدون جانبداری اتخاذ کند. محمد علی سدپارا، کوهنورد شیعه پاکستانی، پرچم سرخ امام حسین علیه السلام را بر قله کیتو برافراشت. وی از شرکت کنندگان در مشایع به سوی شهر مقدس کربلا درخواست کرد تا در نماز و مناجات و قدمهایشان به سمت حرم مطهر حسینی او را یاد کنند. گفتنیست ارتفاع کوه کیتو که بین چین، هند و پاکستان قرار دارد حدود 8611 متر است و دومین کوه مرتفع جهان پس از قله اورست و سخت‌ترین کوه برای صعود به دلیل ناهمواری و شیب بسیار زیاد به شمار می‌رود. به گزارش رسانه‌های خبری و ورزشی، رویدادهای اینچنینی هر ساله در مراسم بزرگداشت اربعین حسینی توسط ورزشکاران شیعه در اقصا نقاط جهان از برافراشتن پرچم ابو عبدالله حسین علیه السلام بر فراز قله‌ها تا شیرجه رفتن با آن به اعماق دریاها اتفاق می‌افتد که نشان دهنده علاقه و ابراز محبت شیعیان به سید و سالار شهیدان ابو عبدالله حسین علیه السلام می‌باشد. و خبر پایانی امشب، سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش موارد کووید 19 در سطح جهان هشدار داد و گفت این در حالی است که واکسن ها کاهش ابتلایی نداشتند. ماریا ون کروخوف، مدیر آمادگی و پیشگیری از بیماری های همگیر سازمان جهانی بهداشت، در نشست خبری سازمان ملل در ژنو گفت ویروس کووید 19 در همه کشورها در حال پخش است. کروخوف در ادامه گفت که به طور کلی مثبت بودن تست بالای 10% است، اما این در هر منطقه در نوسان است. او افزود که در اروپا درصد مثبت بالای 20% است. وی در ادامه افزود که حتی در المپیک در حال حاضر حداقل تست 40 ورزشکار تا کنون مثبت شدند. شاین ذکر است این افزایش ابتلاها تا کنون منجر به افزایش بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر در بسیاری از کشورها شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بر اساس قوانین جدید دولت هند، سفر مجدد حج برای مسلمانان ممنوع شد. درخواست سازمان جهانی نفی خشونت از نهادهای حقوق بشری برای شفافسازی اقدامات اسرائیل علیه زندانیان. اهتزاز پرچم حسینی روی قله دومین کوه بزرگ جهان. و هشدار تازه سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش کرونا در جهان. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.